زاگ و دکتر پرنده، داستانی برای کودکان، نوشته جولیا دونلسون، تصویرگر اکسل شفلر. آقای دکتری که با یک دختر زیبا و یک دایناسور پرواز میکنه، اسمشون گدبوج، آقای دکتر زاگ و پرنسس پرل هست. پرل به مریضا دارو و قرص و واکسن میده، ولی زاگ پرنده خوبیه، خوب میتونه پرواز کنه ولی اصلا نمیتونه خوب فرود بیاد. ولی گدبوج و پرنس پرل خیلی خیلی اونو درک میکنن. اونو صبح زود پرواز میکنن، اونا ناگهان صدای یک پری دریایی رو شنیدن که ناله میکرد. اون گریه میکرد و میگفت من تو آفتاب سوختم و آسیب دیدم و دم پولکی خودشو میکوبید به صخره‌های دریا. اونا تو ساحل شنی فرود اومدن. پری دریایی پوستش خیلی قرمز و آفتاب سوخته بود. پرل پشت پری دریایی کرم مخصوص مالید و به اون گفت شما باید کلاه بپوشید تو آفتاب. پری دریایی خیلی تشکر کرد. اون دستاشو به علامت خداحافظی تکون داد و دکتر پرنده و پرل با هم خداحافظی کردن و از اونجا دور شدن. خورشید دیگه کم کم بالا اومده بود. ناگهان اونا یک اسب شاخدار دیدن که اون پنجه روی زمین میکشید و شیهه میزد و میگفت من یک شاخ اضافه درآوردم. اونا دوباره روی زمین فرود اومدن. دکتر گفت نگران نباش، من کمکت میکنم. اون به آرومی شاخ اضافه اسب شاخدار رو برید و اسب شاختا خیلی خوشحال شد. اسب شاختا گفت ممنونم آقای دکتر، ممنونم ازت، تو خیلی خیلی از من مراقبت کردی. آقای دکترم سرشو تکون داد و با هم خداحافظی کردن و از اونجا دور شدن. دیگه حوالی ظهر شده بود که ناگهان صدای عطسه شیری رو شنیدن. آقا شیر مدام سرفه میکرد و میگفت کسی میتونه لطفاً به من کمک کنه؟ اونا دوباره فرود اومدن. پرل گفت تو باید یه قرص رو بخوری و خودتو گرم نگه داری. میدونی گرم نگه داشتم وقتی که مریضی خیلی خیلی مهمه؟ آقا شیره گفت من خیلی سردمه. آقای دکتر گفت خیلی خوب، نگران نباش. اونا کمی چوب جمع کردن و دایناسور هم از دهنش آتیش شعله ور کرد و هیزم ها روشن شدن. آقا شیره دیگه حسابی گرم شده بود. اون تشکر کرد و گفت من احساس خوبی دارم و حالا گرم شدم. دیگه کم کم موقع رفتن بود و تیم پرنده و آقای دکتر از اونجا خداحافظی کردن و دور شدن. دیگه غروب شده بود و هوا داشت کم کم تاریک می شد. اونا از دور یک کاخ بزرگ و قشنگی رو دیدن. پرل گفت اینجا خونه عموم هست، بیا با هم بریم اونجا یه سلامی بکنیم. اونا دوباره فرود اومدن. عموی پرل پادشاه بود. اون هیچ وقت سلام نمی کرد. به جاش گفت شماها خیلی خیلی پر سر و صدا هستین.
پادشاه با عصبانیت به پر نگاهی انداخت و گفت: تو چرا اینقدر لباسات آشفته است؟ تو تا الان کجا بودی؟ به من بگو چه اتفاقی افتاده برای تو؟ پس اون لباسای زیبا و شاهانت کجاست؟ پر گفت: ولی عمو جون، من الان یه دکترم. پادشاه گفت: پرنسس هیچ وقت نمیتونه یه دکتر باشه، تو واقعا که یه دختر احمقی هستی. پادشاه دستور داد که پرنس پر رو زندانی کنن. پرنس پر خیلی هیجان زده شده بود، اون مدام دست و پا میزد و گریه میکرد. هفته های زیادی گذشت. پرنس پر روزهای زیادی رو توی کاخ گذرون. اون مشغول بافتن پشتی های زیبا شده بود و گل های زیبایی رو توی کاخ مرتب میکرد. دوستای پرنس پر خیلی تلاش کردن تا اونو نجات بدن، ولی اونا نتونستن کاری از پیش ببرن و تلاششون بی نتیجه و بی فایده بود. دوستای پرنس پر هر روز برای ملاقات اون می اومدن و از پشت پنجره با اون صحبت می کردن. پرنس پر مجبور بود که پایه زیر پاهاش بذاره و توی تاریکی شب با اونا صحبت کنه. یه شب اون به اونا گفت که پادشاه خیلی مریضه. پادشاه هر روز حالش بدتر می شد. اون سرش دیگه زخم شده بود. دستاش و پاهاش احساس ضعف داشت و پوستش روشن شده بود. اون دیگه حتی نمیتونست صحبت کنه. پادشاه دکترای زیادی رو صدا کرد. هر روز یه دکتری جدیدی میومد. اون همش میپرسید: پس مریضی من چیه؟ ولی هیچ دکتری نمیتونست پاسخ درستی بهش بده. ولی پرنسس پر تقریبا مطمئن بود که عمو چه بیماری داره. اون به خودش گفت که احتمالاً اون تب زرد داره و اون خیلی مطالعه کرد راجع به این بیماری. دوستاشو صدا کرد و گفت کمی از تاج اسب شاخدار، مقداری از عدسه شیر و از پولک پری دریایی و کمی هم چیز به من برسونید. اون گفت لطفاً اینا رو سریع برام آماده کنید، چون عموی من خیلی مریضه و ممکنه بمیره. دوستای پرنس پر شروع کردن به جمع‌آوری چیزایی که پرنسس خواسته بود و اونا سریع دست به کار شدن و عدسه آقا شیره رو گرفتن. اونا دیگه به جنگل برگشتن و رسیدن به اسب شاخدار و ازش خواستن که شاخ اضافه‌شو بهشون بده. همینطور از پری دریایی خواستن که مقداری از پولکاشو بهشون بده و اونا سریع دوباره برگشتن به کاخ. اونا به پنجره کاخ رسیدن و چیزهایی که پرنسس پر تقاضا کرده بود و بهش رسوندن. پرنسس خیلی تشکر کرد و شروع کرد به آماده کردن داروی پادشاه. پرنسس آروم آروم وارد اتاق پادشاه شد. پادشاه خوابیده بود و حالش اصلا خوب نبود. اون با یه قاشق دارو رو به داخل دهان پادشاه ریخت و به پادشاه گفت لطفاً اونو قورت بده. بعد از اینکه پادشاه قاشق اول خورد، اون احساس کرد که خیلی قوی تر شده و بعد از اینکه قاشق دوم خورد دیگه صورتش اصلا نارنجی و زرد نبود. بعد از قاشق سوم
پادشاه دیگه حالش کاملا خوب شده بود و شروع کرد به رقصیدن. پرنسس دیگه یه دکتر بود و پادشاه گفت تو واقعا راست میگفتی، من خیلی متاسفم که تو رو زندانی کردم. البته که تو باید آزاد باشی و تو باید برگردی به دوستات و به مردم کمک کنی. پرنسس پرل با خوشحالی فریاد بلندی کشید و گفت هورا و به سرعت به دوستاش ملحق شد. اون دیگه از پادشاه خداحافظی کرد و با دوستاش از اونجا دور شد. خب بچه‌های گلم، پرنسس ما برگشت تا به مریضاش کمک کنه. خب امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. برای شنیدن داستانهای بیشتر لطفاً تو کانال من عضو شید. خیلی خیلی دوستتون دارم.